با نام خدا و با عرض سلام به خبر خوش خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 26 ماه حوت سال 1399 هجری خورشیدی در آغاز سرخط چند خبر. شرکت یکایت 16 نفری افغانستان در نشست مسکو تا دو روز دیگر. توافق امریکا با طالبان پشتیبانی کرده ایم و از تلاش های تازه برای دریافت یک رای حل سیاسی در افغانستان نیز پشتیبانی می کنیم. جان باختن دو تن به زخمی شدن 6 تن دیگر در گمله بر موتر استادان دانشگاه بغلان. ما چندین بار نگرانی های خود از برابری دانشگاه بغلان شریک ساختیم و گفتیم که ساحات آسیب پذیر. 4 زن و یک کودک 3 ساله 5 قربانی انفجار دیروز در شهر کابل. ظالم بکشه دیگر دیگه ایلا بکشه بکنه مردم از تباه کردن. صراحت بگم به صراحت او نامرد، یک ذره وجدان داشته باش، این کار مردانه نیست. پلیو از سوی سفارت افغانستان در آن کشور. با گشایش تاسیسات زیرزمینی برای ذخیره موشک ها در ایران. جزاکی هستم با مشروع خبرهای ساعت. سلمان خلیلزاد در دیدارش با رئیس جمهور غنی و شمار از سیاستگران کشور درباره پیشنویس توافقنامه صلح افغانستان گفتگو کرده است. یک عضو کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی میگوید که آقای خلیلزاد از سیاستگران به حکومت افغانستان خواسته است که پیش از نشست ترکیه دیدگاه‌هایشان را درباره این پیشنویس با آمریکا شریک بسازند. از سوی دیگر شورای عالی مصالحه ملی میگوید که هیئت 16 نفری به رهبری عبدالله عبدالله فردا رهسپار مسکو خواهد شد. شریف امیری گزارش می‌دهد. این دومین سفر زلمه خلیلزاد در درازای 15 روز گذشته به کابل است. 15 روز پیش آقای خلیلزاد پیشنویسی از یک طرح توافقنامه صلح را برای رئیس جمهور و سیاستگران کشور سپرد و از آنان خواسته بود که هرچی زودتر دیدگاهشان را در این باره با وی شریک بسازند. دوار لورو در سولی در پروسی پر راتلونکو پراغونو باندی باس و خبری وکرد. اما منابع میگویند که رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله دیدگاه نهاییشان را درباره پیشنویس صلح افغانستان به آقای خلیلزاد نسپردند. میخواین که نظریات تمام سیاسیون افغانستان را قبل از اینکه مجالس بعدی در مثلا در مسکو یا در استانبول دایر شود نظریات داشته باشند. این عضو کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی پیشنویس آمریکا برای صلح افغانستان را یک گزینه مناسب در دراز مدت نمی‌داند. ممکن است که یک راهی بیرون رفت برای موزل خود به صورت موقتی پیدا بکنند، ولی مشکل اساسی همچنان در افغانستان و در منطقه و جهان باز با مرور زمان باقی خواهد بود. از سوی هم وزارت خارجه امریکا از شرکت زلمه خلیلزاد در نشست مسکو که قرار است بروز 5 شنبه برگزار شود سخن میگوید و تاکید میورزد که این نشست مکمل تمامی تلاش های جهانی در کار پشتیبانی از روند صلح افغانستان است. ما از توافق امریکا با طالبان پشتیبانی کرده ایم و از تلاش های تازه برای دریافت یک رای حل سیاسی در افغانستان نیز پشتیبانی میکنیم. شورای عالی مصالحه ملی میپذیرد که یک هیئت 16 نفری به رهبری عبدالله عبدالله فردا برای شرکت در نشست مسکو رهسپار روسیه خواهد شد. جمهوری اسلامی افغانستان تحت سقف شورای عالی مصالحه ملی در نشست اشتراک میکنه و از یک موضع واحد دیدگاه های طرف جمهوری اسلامی افغانستان مطرح میشه. عبدالله عبدالله، حامد کرزی، مارشال عبدالرشید دوستم، گلبدین حکمتیار، میر رحمان رحمانی، محمد کریم خلیلی، بابر فرهمند، سید سعادت منصور نادری، محمد معصوم سانگزی، متین بیگ، احمد نادر نادری، حبیبه سرابی، محمد علم ایزدیار، عبدالله خنجانی، عبدالستار خواسی و غیرت بهیر از چهره های هستند که در نشست مسکو شرکت خواهند کرد.
در یک حمله مسلحانه بر موتر استادان و دانشجویان دانشگاه بغلان در این ولایت 8 تن کشته و زخمی شدند. استادان دانشگاه بغلان میگویند که تفنگداران ناشناس در شهر پلخمری انگام بر این موتر حمله کردند که موتر حامل استادان و دانشجویان به سوی دانشگاه میرفت. در این رویداد راننده موتر و یک دانشجو جان باختند و 6 استاد دانشگاه بغلان زخم برداشتند. زهرا رحیمی در این باره گزارش تهیه کرده است. حوالی ساعت 8 بامداد روز سه‌شنبه تفنگداران ناشناس بر موتر استادان دانشکده زراعت دانشگاه بغلان در روستای خلازایی شهر پلخمری حمله کردند. در این رویداد راننده موتر و یک دانشجو جان باختند و 6 استاد دانشگاه بغلان زخمی شدند. محمد نعیم نعیمی که دانشجوی سال دوم دانشکده زراعت بود و عبدالصبور اندرابی که بیش از 10 سال میشد راننده دانشگاه بغلان بود از جان باختگان این حمله مسلحانه هستند. اولا قسمی بود که کسی احتمالا در پایین موضع گرفته و برای موتر توسط کلاشنکوف فایر کرد. حمله صورت گرفت برای پانتونی، برای کاستر استادای پانتونی بغلان. یکان دو تا شهید داریم، دیگه 6 تن از استادای ما زخمی است. مسئولان دانشکده زراعت دانشگاه بغلان میگویند که این دانشکده در یکی از بخش‌های ناامن شهر پلخمری است. ما چندین بار نگرانی های خود از برابری دانشگاه بغلان شریک ساختیم و گفتیم که ساحات آسیب پذیر است، حتی در اون قسمت در دهان دروازه ما محافظین هم وجود ندارند. پس از این رویداد دانشجویان دانشگاه بغلان در شهر پلخمری دست به اعتراض زدند و در نتیجه درگیری با نیروهای امنیتی 3 تن آنان زخم برداشتند. پاتون انتقال بده که جانمان خطر است، جانمان خطر است، میگم باز دور مانه بگه پیشگی بره. در همین حال سازمان عفو بین الملل حکومت افغانستان را به بی‌پروایی در حفاظت از فعالان حقوق بشری متهم می‌کند. تهدیدات زیادتر شده، حملات بیشتر شده بالای مدافعین حقوق بشر. در این زمان ما کدام کار بسیار کلیدی یا اساسی از طرف حکومت افغانستان تا فعلا نمی‌بینیم. فرماندهی پلیس بغلان طالبان را مسئول حمله بر موتر استادان و دانشجویان دانشگاه این ولایت می‌داند، اما طالبان دست داشتنشان را در این رویداد رد می‌کنند. 4 زن و یک کودک 3 ساله قربانی انفجار دیروز بر یک موتر کاستر در شهر کابل هستند. این زنان کارمندان وزارت اطلاعات و فرهنگ، معارف و شرکت افغان پست بودند. خاطره مال یکی از قربانیان این رویداد که با پسر 3 ساله جان باخت باردار نیز بود. خانواده های قربانیان این رویداد حمله بر چنین کارمندان عادی دولت را ناجوان مردانه می دانند و نهادهای امنیتی را در کار تامین امنیت جان مردم به ناتوانی متهم می سازند. خالد نگزاد گزارش می دهد. انفجار مرگباری که آل و هوای شماری از خانواده ها را برهم زد و شماری را هم در ماتم نشاند. شکریه شمس و نرگس کوهستانی کارمندان شرکت افغان پست، عزیزه ملکزاده کارمند وزارت اطلاعات و فرهنگ، خاطره مایل کارمند وزارت معارف و یک کودک قربانیان انفجار روز دوشنبه بر یک موتر کاستر در کابل هستند. نگران امنیت هستیم، نامنی با اوج خود رسیده در شهرها، در مراکز شهرها، در ولایات با اوج خود رسیده، این قابل تحمل نیست برای مردم افغانستان. هدف دشمنای وطنی است که مردمای مظلوم هدف قرار بدن، دیگه کدام هدف ندارن. خاطر مایل 27 ساله با پسر 3 ساله خود جان باخت. پیکر خاطره و عرش پسرش را اکنون به گورستان انتقال میدهند. اینان در سوگ از دست دادن خاطره و فرزندش نشسته و اشک می‌ریزند. خانواده خاطره می‌گوید که نوما باردار بود و از 8 سال بدین سو در وزارت معارف کار می‌کرد. دل مانند دلم شود، خانش بیران شود، اولادش بمره. بداد ما برسند، بداد مردم برسند، تا چه وقت مردم عزیزای خود عزیز بودند. عزیز ملکزاده یکی دیگر از قربانیان انفجار بر موتر کاستر است. این بانوی 53 ساله از 25 سال بدین سو در وزارت اطلاعات و فرهنگ کار میکرد. بسیار بی‌رحمانه هدف قرار گرفت. دختری بود که بیادر نداشتن، 3 خوارا بودن، خودشون آناور خانه بود. او نامرد. یک ذره وجدان داشته باش، این کار مردانه نیست. این حمله نامردانه سر مردم بیگناه و بی‌دفاع. بر بنیاد آمارهای تلو نیوز در 15 روز گذشته 342 تن در رویدادهای ضد امنیت و حمله های طالبان در کشور کشته و زخمی شدند.
در میان جان باختگان 87 نظامی، 42 غیر نظامی، 11 کارمند دولت و در میان زخمیان 74 نظامی، 114 غیر نظامی و 14 کارمند دولت شامل هستند. آمارهای طلوع نیوز نشان می‌دهد که تلفات 15 روز نخست ماه مارچ بیشتر از تلفات 28 روز ماه فوریه است. مردم نگران هستند که ارگار روند سال به نتیجه نینجامد، ممکن اوضاع بتر از این گردد. خالد نیکزاد، طلوع نیوز، کابل. در یک درگیری در بازار پلچرخی در حوزه 21 امنیتی شهر کابل، 4 تن از اعضای دو خانواده جان باختند و در حدود 10 تن دیگر به شمول زنان و عامر حوزه زخم برداشتند. یک کودک و 3 مرد دیگر از قربانیان این رویداد هستند. به گفته پلیس، این درگیری میان نزدیکان یک عضو شورای ولایتی کابل با اعضای یک خانواده بر سر برد و باخت یک مسابقه فوتبال رخ داده است. پلیس میگوید که 4 تن از زخمیان این رویداد زیر نظارت هستند و بررسی ها در این باره ادامه دارند. انیسا شهید جزئیات را گزارش می‌دهد. به گفته منابع امنیتی، نخست جوانی از اعضای این خانواده از خانه بیرون شد و به تیراندازی آغاز کرد. اما مطلب که پایش زخمی است میگوید کسانی بر خانهشان حمله کردند که در این حمله پدر و برادرزاده‌اش جان باختند. سر خانه محمد سر بالا شد، پدرم هم اینه خانه اولی زد شهادت شهید شد، بچه کاکایم هم شهید مرم زد. با میدستی انداخت دی خانه، یک نفر ایجا خورد مرد، یک نفر دیگه خورد مرد، چوچا بچه بود 8 ساله، دو نفر مزوا خورد، سه نفر از یا بود. در همین حال اعضای خانواده صدام، جوانی که با برادرش در درگیری دیروز جان باخت، میگویند صدام ورزشکار بود و قرار بود از دانشگاه فارغ شود و او برای شکایت از خانواده مطلب میخواست پیش پلیس برود، اما کشته شد. برادر خرد از این میره مکتب، یا پیشوری برادر از این میگیره، یا لطا کف میکنه و برادرش زنگ میزنه که فلوان این تو گپ است. این میبره در موتر میگه بشی که بریم در حوزه عریضه دوباره که مردم چی میکنه، دولت غم ما را میخوره یا نمیخوره. بعضی که میره این را هیچ وقت نمیتازن، این سر بام یا در موتر میزنن، شهیدشان میزنن. خانواده صدام نور رحمان ترخیل را، کسی که خودش را مسئول فدراسیون والیبال کابل میداند، به پشتیبانی از خانواده مطلب متهم میسازند. با دو روپا گندنه خور صلاحیت داده، تفنگ داده، این مربوط با کلانش میشه. پلیس تایید میکند که در درگیری میان باشندگان این منطقه چندین تن به شمول عامر حوزه 21 که برای بررسی به محل آمده بود زخمی شده است. این درگیری دیروز در همین منطقه انگامی رخ داده که موتر صدام در اینجا آمده بود و به گفته خودشان میخواسته به حوزه بره و خانواده که در اینجا هستند حمله میکنن و اینجا جنگ رخ میده. هنوز هم در این منطقه نیروهای امنیتی حضور دارن. مراسم جنازه اعضای خانواده مطلب با حضور گسترده مردان تفنگدار نور رحمان ترخیل و محمد عمر وکیل شورای ولایتی کابل که از نزدیکان ترخیل محمدی عضو پیشین مجلس نمایندگان هستند در اینجا برگزار می شود. اما دیدگاه ترخیل را در این باره به دست آورده نتوانستیم. برای نخستین بار سفارت افغانستان در استرالیا از سال دوز ورود ساربانان افغان با استرالیا با حضور داشته شمار از نوادگان آنان بزرگ داشت کرد. در پیوند با این مراسم در چند روز گذشته مراسم در شهرهای دلت و پورتگیسته استرالیا برگزار شدند. از ورود ساربانان افغان با استرالیا 160 سال می گذرد و امروزه گروهی از افغانان با بومی های استرالیایی خویشاوندی دارند. تمیم حمید در این باره گزارش تهیه کرده است. هر سال شهروندان افغانستان مقیم استرالیا از روز زیر نام سال روز ورود ساربانان افغان به استرالیا بزرگ داشت می کنند. امسال سفارت افغانستان در آن کشور برگزاری مراسم را به دوش گرفت. در خط مردم محفل به صورت دست جمعی، در حالی که شاروال پورتگوستا هم اشتراک داشت، به مزار ساربانان افغان رفتیم و همچنان با گذاشتن اکلیل گل دین افغانی و اسلامی خود ادا کردیم. و اما این ساربانان افغان کیا بودند؟ برای نخستین بار در سال 1860 میلادی گروهی از این ساربانان که از ولایت‌های کندهار، هلمند، نیمروز، کنر و ننگرهار افغانستان بودند، خودشان را با استرالیا رسانیدند و این روند ادامه یافت. این ساربانان بیشتر در حمل و نقل کالاها با شترها از بندرگاه‌ها تا بخش‌های مرکزی استرالیا نقش داشتند.
بسیاری از این ساربانان که جوان بودند با گذشت زمان با استرالیا خو گرفتند و رفته رفته به زندگی در استرالیا رو آوردند. پس آنها هم شماری از آنان با بومی های استرالیا خویشاوند شدند. فرزندان این خانواده های افغان استرالیایی از پیشینه اجدادشان به خوبی آگاه هستند. من فکر میکنم این مهم است که شما از گذشته، تاریخ و فرهنگتان بدانید. این عالی شد که سفیر افغانستان به اینجا آمدند و در این باره از ایشان بیشتر دانستیم. من ساربانان را به خاطر دارم و با آنان پیوند دارم، اما بسیاری از داستانهای آنان با گذشت زمان به فراموشی سپرده شدند. اینا کارهایی کردن که باعث افتخار تمام افغانها در استرالیا میشه و استرالیا هم از کارکردهای از اینا خیلی افتخارانه یاد میکنن. ساربانان افغان نخستین ناقلان دین اسلام با استرالیا نیز شناخته میشوند. در این عرصه هم نشانه های از ساخت و سازهای آنان در استرالیا برجاستند. ادامه خبرها از طلو و طلو نیوز. ایران تأسیسات زیرزمینی جدید را که برای ذخیره موشک‌های این کشور ساخته است افتتاح کرد. سپاه پاسداران ایران میگوید که گشایش این تأسیسات نمونه کوچک از توان بزرگ و وسیع نظامی این کشور است. تلویزیون دولتی ایران تصویرهای از پایگاه جدید سپاه پاسداران پخش کرده است که مجهز با موشک‌های کروز و بالستیک و تجهیزات جنگ الکترونیک است. این موشک‌ها در حرکت می‌توانند شلیک را انجام بدن. این موشک‌ها ضد جنگ الکترونیک هستند. ایران میگوید که موشک‌های این کشور هدف را تا 2000 کیلومتر آماج قرار داده می‌تواند. از سوی دیگر وزیر امور خارجه ایران میگوید که زمان احیای توافق هسته‌ای برای ایالات متحده در حال اتمام است. وقتی به انتخابات ریاست جمهوری ایران در ماه جون می رویم، در آن صورت یک حکومت تازه شکل خواهد گرفت و حکومت کنونی قادر به انجام کار جدی نخواهد بود. پس از آن تقریبا چند ماه دیگر باید انتظار کشید تا حکومت جدید در سپتامبر روی کار آید. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در سال 2015 از توافقنامه هسته‌ای با ایران بیرون شد، اما برای کار آمدن حکومت جو بایدن امیدواری ها به برگشت واشنگتن به این توافقنامه بیشتر شده است. با اکنون نگاه کوتاه داریم بر چند رویداد دیگر. پس از خونین ترین روز اعتراضات، نظامیان کودتاگر در میانمار حکومت نظامی را گسترش دادند. به دنبال کشته شدن 50 معترض در روز یکشنبه سوی نظامیان در میانمار، ارتش کودتاگر این کشور اعلام کرده محدودیت های رفت و آمد به شهرهای بیشتر این کشور گسترش خواهند یافت. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. مقام های محلی در ولایت هرات میگویند که در حمله طالبان بر یک پاسگاه بند پاچان این ولایت 3 تن از نیروهای امنیتی جان باختند و 1 تن دیگرشان زخم برداشته است. با گفته این مقام های محلی، طالبان 5 تن از سربازان این پاسگاه را با خودشان بردند. در این حال والی هرات میگوید که نیروهای امنیتی افراد طالبان را دنبال کردند و 5 تن آنان را از پا درآوردند. در این حال مسئولان پروژه ساخت بند پاچان میگویند که این حمله طالبان بر کار ساخت این بند اثرگذار نیست، اما طالبان دست داشتنشان را در این حمله تایید نکردند. نصیر احمد صالحی در این باره گزارش فرستاده است. این پاسگاه بند پاشتان در ولسوالی کراخ هرات شب گذشته گواه حمله گسترده طالبان بود. 3 تن از نیروهای محافظت عامه در این پاسگاه در جریان درگیری جان باختند، 1 تن زخمی شده است و 5 تن دیگر را طالبان با خود بردند. این پاسگاه در نزدیکی دیوار بند پاشتان واقع شده. شب گذشته طالبان با حمله بر این پاسگاه چندین دقیقه با نیروهای امنیتی درگیر شدند. به موقع جواب گرفتن، عملیات ما ختم نشده تا که تک تک از این مزدورها را ما به سزای اعمالشان نرسانیم، دست از اونا بر نمیدار. مقام های محلی هرات می گویند که نیروهای امنیتی جنگجویان طالبان را که بر پاسگاه بند پاشتان حمله کرده بودند
دنبال کردند و 5 تن از آنان را در ولسوالی پشتون زرغون این ولایت از بین بردند. تخریب زیرساخت‌های آبی و تأسیسات عامل منفیه و تداوم کشتار و ویرانی تباهی و به نمایش گذاشتن فرهنگ جنگ و خشونت و انفجار جز کار خانگی از اینا بوده. مسئولان پروژه ساخت این بند میگویند که تهدیدهای امنیتی تا هنوز بر روند کار در اینجا اثرگذار نبودند. به اطمینان به شما گفته میتونم که امروز در 2 جای دیگه هم کارهای جدید بند پاشتان که شما عملا میبینیم کار بشه. در تمام نقاط بند پاشتان جریان داره. نزدیک به 1 ماه پیش نیز طالبان 11 کارگر بند پاشتان را که در یکی از کانالهای این بند کار میکردند ربودند. خبرهای ورزشی را همکارم امید پویا تقدیمتان میکند. آقای پویا خوش آمدین. سپاسگزارم. خبرهای ورزشی تا لحظات دیگر. و این هم چند خبر ورزشی. فواد آریا قهرمان مبارزات آزاد کشور که چند پیش در برابر حریف داغستانیش در بلاروس پیروز شده بود، اکنون از آمادگی های تازهش برای دو رقابت دیگر در روسیه خبر می دهد. این ورزشکار می گوید با آنکه در 5 مبارزش پیروز شده است، اما تا اکنون از سوی حکومت حمایت و تشویق نشده است. قرار است تیم ملی کرکت کشور فردا در نخستین بازی 20 آوره در برابر زیمبابوه به میدان برود. ملی پوشان کرکت کشور در 3 بازی تست در روزهای 17، 19 و 21 مارس در برابر زیمبابوه در ورزشگاه شیخ زاید ابوظبی امارات رویارویی خواهند کرد. لیونل مسی ستاره آرژانتینی پس از پیروزی تیمش در برابر هوسکار ریکارد بیشترین بازی را با ژاوی هرناندز هافبک میانی سابق بارسلونا مساوی کرد. رونالد کومان سرمربی بارسلونا نیز ضمن ستایش از بازی شب گذشته شاگردانش در برابر تیم هوسکا از لیونل مسی به عنوان بهترین فرد در تاریخ باشگاه یاد کرد. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. وقتتان بخیر. خوب بنده بزرگ نگهدارتان.